عشا گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی. درود به شما گرامیان، دارکولی هستم و باز هم در خدمت شما با مجموع نشست های نقد خدا باوری و دین از نظرگاه فلسفه اخلاق. گرامیان، موضوعی که امروز در نظر گرفتم دروغ است. دروغ. از این رو عنوان برنامه ما هست خدا باوری دروغ زیستی. خدا باوری دروغ زیستی. گرامیان، روشن است کسی که خدا باور است و به منظور انسانی که خدا باور است، این انسان ویژگی هایی دارد برای انسان بودن که پیشتر عرض کرده ایم. روی آن ویژگی های ماهیتی و انسانی خود پا می گذارد، کنار می گذارد و ترک ماهیت خود می کند. برای همین می تواند ایمان بیاورد به مفهومی که هیچ سندی بر وجودش نیست، هیچ دلیلی بر وجودش نیست. برای همین تکرار می کنم، انسان موجودیست اجتماعی، هوشمند، در آزادی و آزادی خواه و کنجکاو که قابلیت تصمیم گیری دارد در شرایط و موارد گوناگون زندگیش. خب، وقتی انسانی با این ویژگی ها انسان بودنش معنا پیدا می کند، می آید با پذیرفتن مفهوم نادرستی که به او گفتند، بدون هیچ دلیل و مدرکی کنار می گذارد ویژگی های انسانی خودش را، انسان بودن او به چالش کشیده می شود. باری، همین انسان در گام نخست خداباوری خود دروغ بزرگی رو پذیرفت. چرا دروغ است؟ چرا میگوییم خداباوری دروغ است؟ وجود خدا دروغ است؟ به این سبب که راست نیست. اگر راست است و حقیقت است، باید دلیلی وجود داشته باشد برایش، باید سند و مدرکی وجود داشته باشد. که نیست، راست و حقیقت نیست، و چون حقیقت نیست، دروغ است، نامی دیگر ندارد. انسانی که در گام نخست زندگیش ویژگی های انسانی خود را کنار گذاشت و خدا باور شد، یعنی وارد زندگی دروغین شد، دروغزی شد، پا به زندگی دروغزیستن گذاشت. گرامیان، خب، این انسان چقدر میتواند دروغ زی باشد؟ کجا میتواند حقیقت جو باشد و کجا میتواند به راه حقیقت برود؟ گرامیان، خدا باوری وقتی مورد پذیرش قرار گرفت، دیگر شخص در هیچ موردی از زندگیش حقیقت خواه نخواهد شد، حقیقت جو نخواهد شد، چرا که مهمترین ویژگی انسان بودن خود که شک کردن است، حس کنجکاوی انسان است، آن را پایمال کرد و کنار گذاشت، مفهومی بدون منطق را پذیرفت و آن مفهوم دست از سرش بر نمی دارد.
آن مفهوم ادامه دارد. یک بار انسان خدا باور که نمی شود دیگر در زندگیش هر کاری بخواهد بکند. آن مفهوم برای او زندگی سازمانی پدید آورد. برای او زندگی برنامه ریزی شده درباره زندگیش حکم صادر کرد و فرمان داد، درباره مرگش هم همینطور و برای آینده و پس از مرگش هم رو برنامه ریزی کرد و به او گفت. و چطور میتواند این یه روزی حقیقت جو بشود؟ نمیشود گرامیان. خدا باوری دروغ زیستن است، وارد شدن به زندگی دروغین است و در تمام موارد زندگیت با دروغ سر و کار خواهی داشت و دروغ ها را میپذیری. ناچاری، برای اینکه راست ها، حقیقت ها در قالب های تربیتی و اخلاقی زندگی تو جایی ندارند. شما را مستعد پذیرش دروغ کردند. حقیقتی که اگر بیاید تمام اون مهرهای چیده شده را به هم می‌ریزد، که برنامه ها را به هم می‌ریزد. گرامیان، حقیقت با زندگی یک خدا باور همخوان نیست. یک حقیقت کوچک وارد زندگی یک خدا باور کنید، تمام زندگیش به هم می‌ریزد. برای نمونه کسی که تمام عمرش عبادت کرده، 70 سال سن دارد، عبادت کرده، خدا را ستایش کرده، مذهب هم دارد، شما یک حقیقت یا یک حتی پرسش، نه حقیقت، یک پرسش را وارد زندگی او کنید، تمام این 70 سالش به هم می ریزد. پرسش کنید که بر چه اساسی خدا را قبول کرده ای؟ همه چیزش به هم می ریزد. می گوید به ما گفتند درک خدا فراتر از اندیشه و قدرت اندیشه ماست. گرامیان، این یک توهین و یک دروغ بزرگ به شعور انسان است. اگر درک خدا فراتر از ذهن و اندیشه ماست، پس چرا اصلا باید قبولش کنم؟ مگر فراتر از من نیست؟ پس به من چه ارتباطی دارد؟ اگر من به او ارتباطی دارم و باید بپذیرمش یا به درد زندگی من میخورد، باید قابلیت درکش را هم به من بدهد. اگر قابلیت درکش را ندارم، پس هر چقدرم بهش فکر کنم چه فایده دارد؟ یا بپذیرمش چه فایده دارد؟ چرا باید بپذیرمش پس؟ همین سخن خودش مردود است. مذهبیون میگویند، خدا باوران میگویند. مورد دیگری که پاسخ میدهند، میگویند دنیا نظم دارد. بارها عرض کردم گرامیان، دنیا نظم ندارد. دنیا به هیچ وجه نظم ندارد. متخصصین فیزیک و علوم زیستی راحتتر و بهتر میتوانند برای شما پاسخ بگویند دنیا کجا نظم دارد. این دنیایی که شما میبینید در اثر میلیون ها سال به این شکل رسیده است که میبینید. در یک لحظه نگاه میکنید میگوید نظم داره. خب بله، اینطور که نبوده از آغاز. کجا نظم داشته از اول؟ مثل مریخ، مانند مریخ یک کره خاکی برهوت بوده یه زمانی و در اثر میلیون ها سال تغییر و تحول های مولکولی به اینجا رسیده. شاید میلیون سال دیگر باز نابود شود، باز برهوتی شود مانند مریخ. دنیا چه نظمی دارد؟ میلیون ها گونه جانوری از بین رفتن، منقرض شدن تو این دنیا. میلیون ها گیاه فقط یک روز زیستن، میلیون ها حشره فقط یک روز زیستن و منقرض شدن. حالا انسان بر حسب در واقع اتفاق و شانسی
در این شرایط مانده است. شاید هم انسان تا 500 سال دیگر باشد، شاید تا 1000 سال دیگر باشد، شاید تا 50 سال دیگر، 50,000 سال دیگر، چه میدانم. و باز انسان هم منقرض شود، موجودات دیگری بیان روی دنیا مدیریت کنند. ما که نمیدانیم از چندین میلیون سال پیش همین تأخیر و تحول ها در زمین بوده است. برای همین نمی شود گفت در این لحظه که نگاه می کنید می گویید نظم دارد. چه نظمی دارد؟ در این لحظه که بله نظم دارد، اما این یک لحظه ای که درست نشده است. اگر خدا بخواهد دنیایی را درست کند، باید یک لحظه ای درست کند، همونطور که ادیان می گویند در 6 روز درست کرده، چه می دانم در چند روز درست کرده. خب این دنیا دروغ است، در 6 روز و 5 روز و 10 روز درست نشده است. میلیون ها سال طول کشیده که به امروز و این زیبایی نسبی که دارد میبینیم رسیده است. برای همین دنیا نظم ندارد. اینان کوته فکرند، نادانند. چشمایشان را باز میکنند، میگویند ببینید نظم دارد. و این اشتباه است. رجوع هم نمی کنند به متخصصین، وگرنه متخصصین به راحتی پاسخ میدهند چنین وهم و خیالاتی را. گرامیان، چرا رجوع نمی کنند؟ برای اینکه کسی که خدا باور می شود دروغ زی می شود و تمام قفسه های ذهن او پر از دروغ است. ناگهانی یک حقیقت نمی تواند برود کنار دروغ ها قرار بگیرد. اگر یک حقیقت برود از جنس یک پرسش یا یک حقیقت علمی که یک متخصص فیزیک میگوید، استیون هاوکینگ مثلا گفته، متخصصین بسیار دیگری، سخن او ناگهانی واکنش ها را برمی انگیزد. هیچ کس نمیتواند قبولش کند، برای اینکه حرف هاوکینگ در قفسه های ذهن و بایگانی این افراد جایی ندارد، نمیتواند کنار دروغ های دیگر قرار گیرد. برای همین اینها حقیقت گریز میشوند، حقیقت ستیز میشوند، فرار میکنند از حقیقت، نمیخواهند حقیقت را بشنوند. و تا جایی میرسد که به نقطه هم میرسند، میدانند طرف حقیقت را میگوید، اما باز نمیخواهند بشنوند. برتران راسل میگوید وقتی چنین سخنانی را برای خدا باور و دیندار میگویی، در خود فرو میرود و از خود سوال میکند، میگوید چگونه به تاولهای پایم چگونه بگویم که تمام راه را اشتباه آمدم؟ پدرش را دوست دارد. اگر پدرش این آموزه ها را به او منتقل کرده، تعصب دارد. این دروغ ها نسل به نسل که پیش آمده اند، سینه به سینه که آمده اند، تعصبی ایجاد کرده اند در این افراد. تعصب قومی، تعصب نژادی، تعصب خانوادگی، تعصب مذهبی، و همین ها سبب شده نخواهند دست بردارند. و هر کجا که دروغی از این دست و از این جنس باشد، میروند خریدارند و میخرند. برای نمونه عرض کنم، هزاران دانشمند بیاید بگوید که خدا دروغ است. اینان موبایل هم دارند، تلویزیون هم دارند، نگاه میکنند، ولی این شبکه ها را کنار میزنند. اما ناگهانی یک انسان نادان یا کسی شیاد که پول گرفته است، از یک سازمان مذهبی ساپورت میشود و پول میگیرد، پشت یک تریبون کلیسای مذهبی، جایی مکان مذهبی سخنرانی میکند و میگوید از نظر علمی هم که شده خدا درست است.
هزاران تا مورد دیگر را همینجوری کنار میزند، ناگهانی که به این میرسد متوقف میکند و قشنگ نگاه میکند تا آخر، چندین بار تکرار میکند، دوباره ویدیو را برمیگرداند، هی میبیند، بعد لینکش را کپی میکند، برای این و آن میفرستد. چرا؟ چون مطابق است با دروغ های ذهنش. این یک مورد را بزرگ میکند، مانند این اسلامیان که تبلیغات میکنند در تمام رسانه ها، هزینه ها میکنند، میگویند یک مسیحی مسلمان شد. حالا این مسیحی شاید یک معتادی بوده، انسان بی خانمانی بوده، یک گوشه افتاده، کسی خماربازی بوده، کسی معتادی بوده، کسی انسان بی سواد و کودنی بوده. بعد دیده اینا ازش استقبال میکنن، ازش فیلم هم میگیرن، گفته من مسلمان میشم، پولم بهش میدن، میگه آره من مسلمان شدم، یاد یه الله اکبرم میگه و تشهدی هم میخونه و اینو میارن تمام رسانه ها پخش میکنن. دیگر نمیگوین روزی میلیون ها نفر مسلمان بیدین میشود، این را نمیگویند، یا روزی میلیون ها نفر مسلمان از آن چاه می آیند به چاه مسیحیت می افتند. کافر می شوند، ملحد می شوند. اینها را نمی گویند، اینها را نمی خواهند ببینند. می گویند یک مسیحی آمد مسلمان شد. بولد می کنند، بزرگ می کنند، همه جا انتشار می دهند که بله مسیحی ها در حال مسلمان شدن هستند. می دانی چرا؟ برای اینکه فهمیدن اسلام برحق‌تر است. نادانند، در دروغ زندگی می کنند. خدا باور همگان همینطورند، مسیحیاش هم همینطورند. اگر مسلمانی در اثر چه می دانم موارد بسیار است گرامیان، شرحش مفصل می شود، بر اثر هر چیزی مواردی احتیاج دارد می رود مسیحی می شود، فقیر است، بدبخت است، دنبال نانی می گردد، آواره است، آواره این اروپا شده، دنبال پناهی میگردد، خودش را مسیحی جلوه میدهد، میگوید مسیحی هستم. بعد اینان میگویند دنیا دارد خوب میشود، اینها گرایش پیدا میکنند به دین حق. پس خدا باور در گام نخستین زندگیش که باور به خدا میآورد، وارد زندگی دروغین میشود. و دروغزی می شود، دروغزی هر چه قدم بر می دارد، هر چه زندگی می کند، دنبال دروغ ها می گردد، دروغ های از جنس آنهایی که پذیرفته است، دنبال حرف تازه نمی گردد، حرف تازه بیاید فرار می کند، می خواهد حقیقت باشد، فرار می کند، سند و مدرک بیار به اون نشان بده، حقیقتی را بیار به اون نشان بده، فرار میکند، چون از جنس آن داشته هایش نیست. هر چه دارد دروغ است، از دروغ انباشت کرده، انبار کرده در این مغز و این ذهن، خاطره پر از دروغ است. برای همین خدا را که با دروغ پذیرفت، بعد یکی آمد گفت من پسر خدا هستم، من پسر از تخم و ترکه یوسف نجار نیستم، پدر من یوسف نیست و با مادرم کاری نکرده، اتفاقی نیفتاده، من از تخم و ترکه خود خدا هستم. بعد پیشتر میاد میگوید من خود خدا هستم، من پسرشم نیستم، من هم پسرشم، هم خودشم، هم روح القدسم. سخنان باطلی که در خوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود. چگونه می شود تو هم پدر باشی، هم خودت باشی، هم پسر باشی، هم روح القدس باشی؟ چه می شود این؟ چه تفسیر می شود کرد این تثلیث را؟ خر به بیابان سر می گذارد گرامیان. این است که خدا باور این را هم میپذیرد، بعد
پس از عیسایش کشیش ها را هم میپذیرند، هر سخنی بگویند. الان پاپ را دستبوسی و پابوسی میکنند، میگویند جانشین اوست. مردم خدا را پذیرفتند و پس از خدا دیگر هر چه دروغ در ارتباط با او بیاید را میپذیرند. اسلامش هم همین است. کسی آمد گفت خدا به من گفته بزن و بکش و بدر و قارت کن، تجاوز کن. خدا گفته، پذیرفتن چون خدا را پذیرفتن. پس از آن دین را پذیرفتن و دین شعبه ها و شاخه ها پیدا کرد، همه را پذیرفتن و کار به جایی رسید که یک ملا آخوند شپشو میگوید من جانشین خدا هستم، آن را هم میپذیرند چون از جنس همون دروغ هاست، ادامه همون دروغ هاست. دروغ اولیه را پذیرفتن، خشت اول کج گذاشته شد تا ثریا کجها را میپذیرند، میخواهند. و همینطور قبول میکنند دیگر. کار به جایی کشید، شپشوها را مرجع تقلید خود کردند، هرچه آنها بگویند قبول میکنند. میگوید در مستراب با پای چپ بروید، میروید با انگشت خود را فلان کار کنید، میکنند. چه میدانم روزه را اینگونه بگیرید، میگیرند، اینگونه نگیرید، میگیرند. هر چه بگوید انجام میدهند، چون از جنس دروغ‌های نخستین است. همان خدا میپذیرند. اینجا در یک کمانکی خدمت آن گرامیانی عرض کنم که میگویند خدا را بپذیری ولی دین را نه. اینان نادانتر از دینداران هستند. شما که خدا را پذیرفتی، شرافتمندانه تر این است که دینش را هم بپذیری و میپذیری. برای همین هر چه که در ادامه میآید میپذیرند. مگر میشود شما یک مفهوم دروغین را بپذیری بعد در ادامه بگویید که خدا را پذیرفتم، آن بالاست، دیگر کاری به ما نه. خب یعنی چی؟ پس برای چی هست؟ برای چی ما را ساخت؟ به چه معنی ساخت؟ هدفی اگر داشت؟ اگر خدای هوشمند را میگویید، در جلسات پیشتر عرض کردم، اگر ذره ای به نام خدا میگویید که اصلا چرا نامش را خدا بگذارید؟ شوخی دانشمندان و به بازی گرفتن و خنده بر جهل دیگران است. اگر نه ذره که چرا باید نامش خدا باشد؟ اگر همه ما از یه ذره درست شده ایم، چرا نامش را خدا میگذارید؟ نامش را بگذارید ذره. مگر برای ذره میشود عبادت کرد؟ مگر برای ذره میشود احترام قائل بود یا قبله آدم بشود؟ ذره ذره است دیگر، میخواد آن ذره باشد، یه ذره دیگر باشد. چه فرقی برای ما میکند که ما از یه ذره درست شده ایم؟ این آن شوخی با انسان هاست که بعضی از دانشمندان طی برنامه هایی میکنند. و نمیشود خدا باور بود ولی دین باور نبود، چون این خدا چیست، کیست، تعریفش کنید، نداریم، معنا ندارد. گرامیان، باری خدا باور برای نمونه، خیلی مثال کوچک بزنم گرامیان، دروغ ها به شکل مکعب مربع هستند. خواهش میکنم لطفاً دقت کنید، دروغ هایی که از ابتدا پذیرفتن این خدا باوران به شکل مکعب مربع هستند و اینان در ذهنشان تصور کنید یک انباری درست کردن برای پذیرش داده ها. برای همین اینها دنبال مکعب مربع میگردند. اگر حقیقت به شکل دایره و گوی گرد است نمیخواهندش، چون ذهنشان این بایگانی و قفسه های داخل ذهنشان، بایگانیشان مرتب شده، آماده شده برای مکعب مربع. اگر بیزی شکل به او سخن بگویی نمیپذیرد، میگوید نه 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 اینا را من نمی... جا برای این ندارم.
چون هماهنگ نیست با آن چیزهای دیگر که در انباری دارم، در بایگانی دارم. مثال زدم که روشن شود اینان نمیتوانن حقیقت را بپذیرن، نمیخواهن و نمیتوانن حقیقت را ناگهانی از شما بگیرن. اگر میتوانستن چند هزار سال است که بر ما گذشته از زمانی که خدا باوری آمده، ولی هنوز خدا باوران هر روز خدا باورترن، نسل های خدا باورتر هستند. آنهایی که خدا باور بوده اند بسیار در خدا باوری خود تعصب داشتند و ماندن، خاطر اینکه اون دنبال مکعب های مربع میگردن که از جنس دروغن. دیگه شما حقیقت تازه‌ای به آنها بده، کشفیات تازه علمی به آنها بده مبنی بر دروغ بودن خدا، دایره باشد نمیخواهندش، مثلث باشد، سگوش باشد نمیخواهندش، هر شکلی باشد نمیخواهند، جایش را ندارند. این ساختمان ذهنشان برای پذیرش اشکال هندسی دیگر جایی ندارد، فقط مکعبهای مربع را میپذیرد. اینان هرچه بر آنها و زندگیشان میگذرد، پوزش میخواهم، هرچه بر آنها و زندگیشان میگذرد اینان نادانتر میشوند و هزینه میکنند، میگردند، وقت میگذارند تا باز هم خرافات بخرند. برای نمونه گرامیان، دین را پذیرفتند، اول خدا را پذیرفتند، بعد دینش آمد، دینش را هم پذیرفتند، بعد شعبه ها و شاخه های دینشان آمد، آنها را هم پذیرفتند. بعد کسی آمد گفت از من تقلید کنید در زندگیتان، او را هم پذیرفتند. بعد کار به جایی کشید، یکی آمد گفت امام زمانی داریم در درون این چاه است، آن را هم پذیرفتند. پول می اندازن به چاه، نامه می اندازن به چاه، آن را هم پذیرفتند. می روند دعا می کنند، به جای تلاش و تکاپو دعا می کنند، به جای پشتکار و کمک گرفتن از انسانهای دیگر متخصصین، می روند به خدا توکل می کنند. به جای اندیشیدن خیال بافی می کنند. اینها از جنس آن مکعبهای مربع هستند، اینها را می خواهند، ولی اندیشیدن نه، اندیشیدن مکعب مربع نیست، نمی پذیرند. فالگیری را دوست دارند چون به شکل مکعب مربع است، دروغ است دیگر. می خواهند، می گیرند، پولم می دهند، تقدیر را می پذیرند چون مکعب مربع است، از جنس خداست، دروغ است، میپذیرند، یاد دارند براش، تو حافظه شون، بایگانی شون برای این چیزها جا هست و پول میدهند و آرامششان بر هم نمیخورد چون همه چیزشان مثل همه، اون داشته هاشون مثل همه. اگر یه دفعه بیان یک مکعب مثلث یعنی سه گوش بگیرند، خب باید بروند در ذهنشان جا برایش درست کنند. همه ی آن سیستم قفسه ها را به هم میزند، یعنی باید آدمی دیگر بشوند که نمیخواهند. به قول راسل به تاولهای پایشان میگویند چگونه میخواهند بگویند که تمام راه را اشتباه آمدند، نمیتوانند بگویند. گرامیان، این است که حاجت میگیرند از سنگ، از آدم، از امامزاده های دروغین، همین اینها را میپذیرند. تلفنی برایش استخاره میکنند، قبول میکند، خرد را زیر پا گذاشته است، خرد مکعب مربع نیست، نمیخواهد. خدا باور همین است، گام نخست دروغ بودن و دروغ زیستن رو که پیش آمده تا انتها این دیوار زندگیش کج می رود، دروغ فقط می خواهد، دروغ می طلبد، دنبال دروغ ها می گردد، هر جا حقیقتی هست فرار می کند، حقیقت گریز و حقیقت ستیز می شود. شنیدم شخصی گرامی
در مناطقی نمیدانم نقل به مزمور میکنم. خاطرات خودش را منتشر کرده بود. شخصی گرامی چوپان بوده، یک سگی داشته، سگ خوبی بوده، حیوانی نجیب و با وفا سگ. بعد روزی سگش میمیرد، در کوه است، بیابان است، با گوسفندانش است و آنجا زمین را میکند برای سگش، که قبر کوچکی درست میکند و چند تا سنگ میگذارد دورش و سعی میکند محکم باشد. بر بلندی این کار را میکند که آب و باران و اینا از نبرد. وابستگی عاطفی به آن سگ داشته، احساسی. بعد هر روز که گوسفندان نازنینش را به کوه میبرد، باز هم چاشتش را، نهارش را میرود کنار آن قبر سگ میخورد، یادی از سگ میکند. شخصی رقیق القلب و گرامی بوده. بعد بر حسب تصادف کاری برای او پیش می آید، شغلی به او پیشنهاد می شود. دیگر از چوپانی دست بر می دارد و مهاجرت می کند به استانی دیگر در ایران و کار کاسبیش می گیرد. 20 سال 30 سال آنجا می ماند، رشد می کند، پیشرفت می کند، به جایی می رسد که زندگیش دگرگون می شود. یاد زادگاه می افتد، به زادگاه باز می گردد، می رود می بیند روی قبری که متعلق به سگ او بوده، الان می بیند ذریح درست کرده اند، بارگاه و عبادتگاه و در واقع تشریفاتی دادند، قبر بزرگی، یک قبر بزرگی گران قیمت و با هزینه های بالا درست کردند. ذریحی از طلا و زرین، مس، طلا، هر چی. و این آرامگاه به این بزرگی میگوید این که قبر سگ من بود. می رود می ترسد بیان کند که اینجا قبر سگش است. می ترسد می گوید شاید گردنم را بزنند، بگویند تو چه توهینی می کنی. و سوال می کند از شخصی گرامی، سوال می کند پوزش می خواهم این چیست. می گویند این امامزاده فلان است، از فرزندان موسای کاظم است، خواب دیدند که اینجا بوده و قبرش را آرامگاه کردند و الان از تمام نقاط ایران می آیند بر این امامزاده دخیل می بندند، حاجت می گیرند. برو برو برو، تو را طلبیده که آمده ای، برو تو هم حاجتت را بگیر. و دوباره پرسش میکند، میگوید بسیار خوب، اما آیا حاجت کسی رو روا کرده؟ تا الان شده کسی اینجا حاجت روا بشه؟ میگویند بله. چه میگویی بابا، از همه جای ایران میان اینجا حاجت میگیرند، حاجت روا میشوند، معجزه دارد، کرامات بسیاری دارد این امامزاده. برو که تا تو رو طلبیده دیر نکن، درنگ نکن، حاجت تو بگیر، برو. با خود می اندیشد، می گوید این قبر سگ من است، من می دانم، خودم که می دانم این قبر سگ من است و سگم هم اگر آن زیر است شاهد است. اما اگر سگ من، قبر سگ من مردم را حاجت روا می کند، چرا خودم حاجت نگیرم؟ گرامیان. و می رود می گوید می بینید که یکی، نه دو تا، نه سه تا، نه چندین نفر دارن می گویند حاجت مردم را داده است و هر کسی اینجا آمده به خواستی خود رسیده. چرا خودم، سگ من است، چرا من از او نخواهم؟ و می رود این هم
پارچه سبز میبندد، دخیل میبندد به قبر سگش. گرامیان، خدا باور که باشی همه چیز را میپذیری، حتی خودت بدانی دروغ است. میپذیری چون از جنس آن مکعب‌های مربع است و اینجا پر از آن دروغ هاست. این را هم میپذیری، کنار آنها میگذاری تا کم نباشند، بیشتر شوند. پس برای همین، برای هر کسی، هر گرامی شاید اتفاق افتاده باشد، بارها بوده کسی رو راهنمایی کردم، گفتم گرامی دست از این خرافات و این دروغهای خداباوری و دین بردار، برو در علم خودت را بینداز، استفاده کن، زندگی خردمندانه کن، با وجدان زندگی کن. قلبهای پاک دارند انسانهایی. میگوید بسیار خوب، میرود این فضاهای مجازی در اختیار همه است، این موبایل ها هست. اگر 100 تا دانشمند وجود خدا را رد کنند، تون تون کنار میزند، همینجوری کنار میزند. بعد اگر ناگهانی یک نفر دکترایی از یکی از دانشگاه های این اروپا و آمریکا گرفته است، نامی هم دارد خارجکی، و یا دانشمندی است که با پول او را خریدند، سازمان‌های مذهبی، در جلسه پیش عرض کردم رهبران سیاسی و سرمایه‌دارها روی این مسئله و نادان بودن مردم سرمایه گذاری می‌کنند. گاه هست دانشمندی را هم با پول می‌خرند که بر نادانی مردم بیفزاید، سخنی بگوید که مردم در همین نادانی و خداباوری بمانند، چون سود میبرند از نادانی مردم. گاه پیش میآید، میبینی که نامی هم دارد، دکتری هست و چه هست و چه هست و اعتقاد به خدا دارد. بعد این گرامی تمام اساتید را کنار میزند، ناگهانی که میبیند یک دکتری در حال سخنرانی است، میگوید از نظر علمی هم خدا را می شود ثابت کرد. متوقف می کند، ویدیو را تا آخر می بیند، دوباره می بیند، سه باره می بیند، چندین باره می بیند، صداشو بلند می کند تا دیگران هم بشنوند، اون کسایی که کنارش هستن بیچاره ها، آنها هم بشنوند، صداش را بلند می کند. بعد کفایت نمی کند، لینکش را کپی می کند، برای دیگران می فرستد. ببینید، از علم هم می شود خدا را فهمید. دیگر اگر 1000 نفر دیگر، دانشمندهای اثبات شده، انسانهایی که مشخص هستند، بزرگ هستند، نامدارها، فهمیده، خردمندان، می گویند که اینها خرافات است، آنها را نمی شنود. فقط سخن آن شخص را می شنود که می گوید به دروغ. خدا را می شود با علم هم ثابت کرد. چرا؟ چون از جنس آن مکعبهای مربع است، می خرد، هزینه هم می کند، ولی هرچه دیگران می گویند از جنس دیگر است، آن را نمی خواهد. استیون هاوکینگ هرچه گفت قبول نمی کند، انیشتین گفته قبول نمی کند، دیگران گفته قبول نمی کنند، زکریای رازی گفته قبول نمی کند، خیام گفته قبول نمی کند. بزرگانن، اسطوره های فهمن اینها، در زمانهای خودشان و امروز هم گرانمایه و بزرگند، آنها را نمی خواهد. چرا گرامیان؟ کوتاه کنم، به این سبب که خدا باوری دروغ زیستی است. شما که دروغ زی شدی، تا آخر دروغ خواه هستی و حقیقت ستیز و حقیقت گریز می شوی.
نمی توانی در حقیقت باشی، نمی توانی حقیقت را بشنوی، تحمل شنیدنش را نداری، حتی اگر مانند آن مقبره سگ، خودت می دانی که زیر آن قبر یک سگ است و دروغ است، این خرافات است، باز هم می روی، خودت هم پارچه سبز می بندی و دخیل می بندی. چرا؟ چون این هم یک انسانی مذهبی بوده، خدا باور بوده، دانا نبوده، که بسیار دانا نبوده، فقط صادق بوده، خاطرهش را منتشر کرده که به گوش ما رسیده، مگر نه؟ همین گرامیان، پس عنوان برنامه ما بود خدا باوری دروغ زیستی، و این از آغاز با پذیرش خدا بدون دلیل و مدرک، زندگی دروغین و دروغ زیستیشان شروع می شود تا وقتی که می میرند فقط دروغ ها را می خواهند، حقیقت ها را کنار می زنند، از حقیقت ها فرار می کنند. بنابراین خواهش من از شما گرامیان این است به داد نسل آینده برسید، کمک کنید، مگذارید کودکان من دروغ زی شوند، به کودکان من وجدان بیاموزید، خدا نیاموزید، خدا باوری نیاموزید، خردمندی بیاموزید، و برای اخلاقی زیستن وجدان بیاموزید، برای پیشرفت و در واقع بزرگ شدن خرد را بیاموزید. مگذارید فرزندان دروغ زی شوند. همه شما گرامیان را تا درودی دیگر بدرود میگم.